بنابراین از آنجایی که چنین ابر عظیمی از شاهدان و پیروان مسیح را گرداگرد خود داریم بیایید هر بار سنگین یا مانع و گناهی را که ما را به سادگی به هم میپیچاند کنار زده با بردباری در مسیر مبارزه ای که پیش روی ما بر ضد نفس، شریر و دنیا قرار داده شده است بدویم چشمان خود را بر عیسی بنیانگذار و با کامل کننده ای ایمان متمرکز نماییم که به جهت آن شادمانی که پیش روی او بود صلیب را متحمل شد و شرم آن را خار شمارد و به دست راست یا جایگاه خداوندی خیش بر تخت سلطنت خدا نشسته است پس با ملاحظه او که چنین خصومتی را از گناهکاران بر ضد خود متحمل شد مبادا در جانهای خود خسته و ناامید شوید هنوز در ستیز با گناه تا به مرز خون ایستادگی ننموده اید و آیا این پند را فراموش نموده اید که خداوند شما را همچون فرزندان صدا زده میگوید ای فرزند من تعدیب خداوند را خار مشمار و زمانی که از او توبیخ میشوی خسته خاطر مشو زیرا خداوند هر که را دوست دارد در جهت رخشت و بخشش زندگی ابدی تعدیب و آن فرزندی را که پذیرای تعدیب باشد در شرارتهایش توبیخ می نماید به خاطر تعدیب در جهت رشد و دریافت زندگی ابدی است که شما می بایست برد بار باشید خدا با شما به مانند فرزندان رفتار می نماید زیرا کدام فرزند است که پدر زمینی او وی را تربیت نکند آمین در نام مقدس عیسی مسیح خداوندمان